ساقی غاڑا میرا وڑے وزو نارے زینت گا ساقی غاڑا میرا وڑے وزو نارے زینت گا مبتازمان خبر سبز حاضر شد از یکی از صفحات کتاب میخوانیم سخن از بلوچ هزاره و تاجک آمد میگویند این البته دکتر سبسی از سنگ پرسیده میگویند جوانی پرسیده بود آهنگ های پشتو فارسی و اردو زیاد خوانده اید چرا آهنگ هزارگی نمی خوانید و از زبان شما می آورند هزارگی هم خوانده می شود آیا این آواز درست است؟ دکتر سفت پرد پاسخ می دهد قسمت اول این آواز درست است و جوابی که از زبان من جعل شده دروغ روزی از من پرسیده شد شما آهنگ هزارگی چرا نخوانده اید یا چرا نمی خوانید جواب دیروزم چنین بود و جواب امروزم هم چنین است اگر شیرش رو به من بیاری یا خودم بیابم می توانم برایش آهنگ بسازم و بخوانم خواندن به هر زبانی که در افغانستان گوینده کنم یکی از آرزوهای من است هزارگی، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و هر آنچه باشد و در بخش دیگه در یک دو سطر می خوانیم که دکتر سبسی از سنگ پرسیدن از آوازخوانهای هزاره چه چی کس یا کسانی رو می پسندید فطرت سرور سرخوش و صفدر توکلی را به خاطر خلوص و صفای آوازشان همین جا میخواهم موضوع دیگری را نیز بیان کنم نیاکان مادری من هزاره هستند پیش از این که سیاسنگ عزیز بخواهیم که اینجا صحبت را خود کنه یک سخنران دیگه هم داریم محترم مجتبای دستگیر صحبتهایشون را انجام بدن بعد از او ما از سیاسنگ و ناشناس میشنیم درود و شاد باش دارم خدمت حاضرین امیدوار هستم که با فامیلای محترم آوازگوارشان روزها و هفته ها و سالها را با خوشی سپری بکنن و عرض ارادت و هدف دارم خدمت دکتر صاحب بزرگوار دکتر صاحب فطرت و دکتر صاحب صبور سیاسنگ ما جای بسیار افتخار است که آقای سیاسنگ دکتر صاحب توانستن که اثری را تحت چاپ بگیرن که در رو از زندگی دکتر صاحب فطرت یاد بوده بکنم من این را برشان تبریک میگم و امیدوار هستم که من گرچه تا نوز اثر را مطالعه نکرده ولی همطوری که دوستا ابراز نظر کردن معلوم میشه که اثر از ماندگار و قابل مطالعه به هر حال دوستای نهایت عزیز از اون جایی که من نسبت به دکتر صاحب فطرت یک ارادت خاص دارم و از دوستای بسیار نزدیک من بوده تا سالهای متمادی دکتر صاحب یک شخصیت چندگودی ای که مسائل هنریشان جایگاه خود دارن که در وطن عزیز ما افغانستان میلیون ها افغان و در منطقه خصوص کشورهای فارسی زبان با پشتو زبان آهنگای دکتر صاحب بسیار استقبال میکنن و ارادتمند ها و علاقمند های زیادی دارن که دوستا پیرامونشان بسیار زیاد صحبت کردن ولی بود دیگر شخصیت دکتر صاحب فطرتی است که یک شخصیت بسیار متواضع و حلیم بردبار یک شخصیت دانشمند، یک شخصیت ملی و در کنار از این اگر بگوییم شما از مسائل تاریخی بگوییم دکتر صاحب میتونه یک معرخ خوب باشه دکتر صاحب یک فیلسوف بزرگ است من واره وقتی که سوالهای بر من مطرح بوده و دکتر صاحب زنگ زدیم ساعتها بدون از این که احساس خستگی بکنن با بسیار
پیشانی کشاده سوالا را پاسخ دادند. دکتر صاحب علاوه به او یک جامعه شناس بسیار خوب، یک پیداگوگ بسیار خوب و یک شخصیتی هست که ماندگار و جاودان. هر قدر در وصف دکتر صاحب بگویم هنوز هم کم است. ما امیدوار هستم که دکتر صاحب فطرت بتانند زندگی سالهای زیاد دیگه هم طولانی عمر داشته باشند. برای خودشان، برای خانوادهایشان صحت و سلامتی آرزو میکنم و برای علاقمندهایشان همچنان صحت و سلامتی آرزو داریم و با امید از اینکه وطن ما افغانستان عزیز هم از منجلاب و مشکلات و جنگ راهی پیدا بکنه و مردم افغانستان در یک صلح سراسری و آرامش کلی بسر ببرن. دکتر صاحب مسائل تاریخی را آنقدر سرش وارد هستند که خودشان یک عنصر زنده تاریخ کشور هستند. ما بارها وقتی که سوال کردیم پیرامون مسائل تاریخی، دکتر صاحب بسیار با جزئیات و بسیار مفصل توضیحات دادن. برای ما یک آموزگار، یک معلم و یک استاد بسیار بزرگ هستند و خاطراتشان همیشه پیش ما جاودان و ماندگار است. تشکر دوستای عزیز، سپاس از شما. ساقی غاڑا میرا وڑے بزو نارے زینت کا